هموطنان عزیز سلام. اینطور معلوم میشه که در بین جنرالای ارتش روسیه نظری وجود داره که از جمله فشارهای پریگوژین هم بود که جنرال آخر الزمانی یعنی سوروویکین باید وزیر دفاع باشه. باز تمام مطالبی را که مطالعه کردم دیدم یکی از انگیزه های قویه اوقات تلخی های واگنر هم امی بود. و حالا شاید به نظر شما رسیده باشه که جنرال سوروویکین که در واقع نامزد پریگوژین به وزارت دفاع بود کجاست؟ یک بار دخترش ورونیکا گفت که پدر ما بر حال از خلاص. بعد از او هیچ کسی نه از ورونیکا و نه از خود جنرال آخر الزمانی تصویری ندیده. به نظر میرسه که تنش و رقابت قدرت در دستگاه روسیه امروز، روسیه در حال جنگ، یک عنصری بوده که دنیای غرب به او چشم دوخته، یعنی به او سر از او سرمایه گذاری میکنه. چرا؟ شکستن روسیه در جبهه نظامی ناممکن است و اونا طوری که در برنامه قبلی هم گفتیم سرمایه گذاری های سر عناصر دیگه جریان در داخل حکومت دارند. این سوروویکین یکی از مغزای متفکر جنگ بخمود بود و همی بود که جنگ بخمود به یک دامگاه تبدیل کرد و بسیار نیروهای زبده اوکراین در اوج از بین برد. خب یک بار اگر یادتان باشه تنزل مقام هم داده شد. در جون 2022 فرماندهی ارتش جنوب در عملیات جنوب اوکراین به عهده داشت. در 28 سپتامبر عنوان قهرمان جمهوری خلق لوهانسک شد. و در 8 اکتبر این سال اعلام شد که فرماندهی کل نیروهای روسیه را به عهده دارد و جانشین سرهنگ جنرال گنادی ژیدکو شد. در 18 اکتبر سوروکین گفت که وضعیت در منطقه عملیات ویژه نظامی بسیار متشنج است. این 10 روز بعد از اون رقیب ما یک رژیم افراطی است، در حالی که ما و اوکراینی ها یک ملت هستیم، یک چیز می خواهیم. اوکراین کشور دوست روسیه مستقل از غرب باشه. اما گپی که آنه روان است. خب پس آن کجاست یادم؟ یادم در میادین بسیار بزرگ نبردهای تعیین کننده جنگیده. لقب آرماگدون یا آخر زمانه از جنگ سوریه به دست آورد. خب آرماگدون ما میگیم آرماگدون یک در روایت کتاب انجیل یک محلی است که یک نقطه است که آخرین نبرد حق و باطل از اونجا شروع میشه. اینطور یک روایت به مخاطر یادم که بسیار قدرت عملیاتی خود را ثابت کرده بود در جایی که وظیفه داشت و جنرال آرماگدون یا جنرال آخر زمانی لقب یافته بود. خب وقتی که روسیه در یک چنین وضعیت جنگی بسیار فراگیر قرار داره، این سوروکین چرا در حاشیه است؟ این جنرال بسیار سالمند هم نیست، 56 سال است، اهل نو سیبرسک در البته از سایبریا. این آدم در جنگ های روسیه در تاجکستان و چیچن در دهه 1990 و 2000 شرکت داشت. این میدان های جنگ دیده. در چیچن سوروکین چندین بار علنا توسط زیر دستانش یعنی و خشونت علیه غیر نظامیان محلی هم متهم شده بود. اما چیزی که ایره مورد توجه مطبوعات غرب ساخته و ناظران روسیه است که سوروکین مغز متفکر
جنگ واگنرها حساب میشه. واگنرها وقت قدرت عملیاتی خود از این میگیرن. جنرال سوروبکین فرمانده نیروهای هوافضای روسیه و معاون فرمانده نیروهای روسیه در اوکراین است. خب چرا پس از جنوری 2023، یعنی چند ماه پیش، یک دم از مقام فرماندهی کل نیروهای روسی در اوکراین البته کنار زده شد؟ ای ما به عنوان یک ناظر اون وقت هرچی فکر کردم نتونستم بفهم، پالیدم هم نیافتم علتش. علتش در به اصطلاح رقابت ها و در کشمکش های درونی بوده. خب همین نخستین زخمی که دهان باز کرد در نبرد قدرت قبل از جنجال واگنر این مسئله بود. در 24 جون 2023 که همزمان بود با سرکشی بخشی از واگنر، فقط ای آدم در یک ویدیو آمد از واگنر خواست که از فرمان ولادیمیر پوتین پیروی بکنه و پایگاه خود برگردن. اما ما وقتی که ویدیوی از این آدم دیدم و دیگه تصویرش قبلا ای به چه حالتی آمد، وقتی گفتن این گپا هیچ نشان و درجه در سر شانهش نبود، پریشان بود، فرسوده بود، تقریبا پیشانیش همینطور ترش بود به اصطلاح ما شما. آیا در حالت عادی بود؟ در بازداشت بود؟ این هیچ کس به ما پاسخ نداد. سکوتی که ادامه یافت از طرف خودش، ناپدیداری خودش، ای بر ما چی میگه؟ ما به اصطلاح بعض عناصر کشمکش به اینجا دنبال میکنیم. یک گزارش نیویورک تایمز چی میگه؟ میگه بر اساس یک جلسه توجیهی اطلاعاتی امریکا گفته شد که جنرال سوروبکین از شورش واگنر اطلاع داشت و مقامات از او بازجویی کردند تا ببینند که با اونا همدست بوده یا نه. فقط یک ویدیو بیرون آمد. آیا او ویدیو به خواهش خودش بود؟ در او وضعیتی که ما تشریح کردم. خب رسانه های روسی به نقل از دخترش ورونیکا گفتن که هیچ اتفاقی به پدر من نافتاده، سر کار خود میره و میآید. اما این که یک گپ نمیتو کلی است. کرملین درباره ای که سوروبکین کجاست هیچ چیز نمیگه. چرا؟ آیا سوروبکین ارتباط با یوگن پریگوژین رئیس واگنر داشت واقعا تنگاتنگ؟ اصل قضیه است که سوروبکین از متحدان پریگوژین است، از قبل هم بود و شکایت های پریگوژین ما در جریان جنگ بخمود دیدیم که بیخی میگیم در آسمان خیز میزد. چی قصد میکشید که من تلفات داده میرم برای من مهمات نمیرسانم، لوجستیک نمیرسد، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش مانع میشن، من عقب نشینی میکنم و شاید من تا آخرین نفر تلفات بدم. اما پسان مهمات و اسلحه و واگنر و جبهه بخمود رسید. عامل ای رسانایی لوجستیک و اسلحه کی بود؟ گفته میشه که سوروبکین بود. یعنی گره گشا سوروبکین بود. چرا؟ پریگوژین میگه که این آدم تنها مردی است که ستاره یک جنرال ارتش داره و میفهمه چطور بجنگه. هیچ جنرال ارتش دیگری ارتش در ارتش آدم معقول نیست. یعنی شما چه فکر میکنید؟ آیا کاندیدای پریگوژین برای وزارت دفاع به جای شویگو سوروبکین نبود؟ ما فکر میکنم که بود. پریگوژین در ماه می 2023 گفت که سوروبکین باید دوباره به عنوان فرمانده کل نیروهای روسیه منصوب شود.
Yani sanat. مرکز پرونده گروه تحقیقاتی روسیه چی میگه؟ میگه اسناد وجود داره که جنرال سوروویکین یکی از 30 افسر ارشد نظامی و اطلاعاتی است که از جمله اعضای محوری گروه واگنر حساب می شود. پس کم کم صورت حساب باز شده میره. سوروویکین چه نقشی در جنگ اوکراین داشت؟ در 8 اکتبر 2022 پوتین سوروکین به عنوان فرمانده کل عملیات ویژه منصوب کرد. ارتش اوکراین قلمروی های زیادی در منطقه شرقی دونباس از اینا گرفته بود. چرا؟ به خاطر اینکه آزوفا بسیار آموزش دیده بودند، ارتش روسیه جنگ ندیده بود. یک آلت خمود و جمود داشت. در استقامت منطقه شرقی اینا رو بیخی پیش زده بودند. وقتی سوروکین آمد، نیروهای روسی عملات توپخانه‌ای پهپادی را از سر گرفتند و چی کردن؟ به عوض از اینکه مواضع طرف را بزنن، اینا زیر ساختای غیر نظامی در اوکراین هدف قرار دادند. زیر ساختا چی را؟ نیروگاه های برق در زمستان، مترو را، خط ریل را، اینا را زدن. سوروکین بر خروج حدود 30,000 سرباز روسی از شهر خرسون که کم بود در دام بفتن یادم تأکید داشت. 30,000 سرباز روسی از شهر خرسون و کرانه غربی رودخانه دنیپرو در خرسون نظارت کرد و موفق شد که محاصره ای که قرار بود از طرف اوکراینی ها اینا شوند و اینا محاصره در برند. یعنی آیات 30,000 نفر تقریبا خرید. این رقم کارنامه ها در جنگ سوروکین وجود دارند. اما این آدم نتونست که جریان جنگ به نفع روسیه تغییر بده. خب پوتین در جنوری 2023 کی را آورد ایوازش؟ والری گراسیموف رئیس ستاد ارتش. این آدم چی شد؟ به عنوان یکی از 3 معاون گراسیموف باقی ماند. شما باید دارین که گراسیموف یعنی کارنامه به اصطلاح درخشان و فاتحانه در جنگ جاری و روسیه علیه اوکراین داشته باشد. ما که همیشه این مسائل رو جستجو میکنم میبینیم گراسیموف هیچ دستاورد ملموس نداشت. طرفداران سوروکین زیاد است. مارگاریتا سیمونیان سردبیر تلویزیون آرتی، آرتی که شما میشناسین، ای دمو زمان به سوروکین گفته بود ما در انتظار نتایج درخشان کارزار تو میمانیم، برای تو دعا میکنیم، پیش برو. سیمونیان سوروکین، مثلا سوروکین یک هیکل بزرگ سر تراشیده بود، منصبدار با ابهت است، تشویق میکرد که در یاوگویی های منتقدین نادیده بگی پیش برو. خب کسایی که البته از عقب نشینی از شهر خرسون ناخشنود بودن وارا گفت که یاوگویی های از او را فراموش بود. مثلا چند نفر از بلاگرها و ناظران بود چرا از خرسون؟ خب اونا شرایط جنگی و تکتیک های جنگی رو کجا میفهمن؟ والدالن تاتاروسکی یکی از بلاگرها که بیش از 500,000 دنبال کننده داره. یه آدم از میگه که از دیدار زلنسکی از خرسون اشاره میکنه. وقتی که اینا از خرسون امر عقب نشینی داد، دفعتا رئیس جمهور اوکراین آمد از اوش دیدن کرد. یک باری تاتارسکی مغزش دور خورد، گفت که خشم دید، گفت چرا مسکو، چرا شما او را نکشتین؟ یعنی در محافلی که جنگ نادیده هستن در عرصه مطبوعاتی این رقم مسائل عنوان می شد. تاتارسکی گفت که ما برای چی مثلا در جنگ ما خون می دیم؟ که شما راحت زلنسکی تا خرسون نه همه چیز نگاه میکنه و شما به اصطلاح هیچ کاری انجام داده نمیتونین.
یعنی به اصطلاح ما شما که اون میای بخور که شما این پشه شما ای کدا نمیتونه لیتر منظور چیز. خب یکی از کسای دیگه که معترض به این مسئله بود الکساندر دوگین بود. الکساندر دوگین امو ایدئولوژ به اصطلاح خاص پوتین که دخترش پارسال کشته شد در یک توطئه، چهره ملیگرای تندرو روس است. او بیشتر به سوروکین فشار می آورد، گفت که چرا عقب نشینی کردی از خرسون. خب این نظریه پرداز است، فیلسوف و تاریخ نگار، اما دوگین در میدان جنگ نسبت به سوروکین چیز بیشتری می فهمه و دست خدا تکان داد، گفت آخرین حد برای عقب نشینی است دیگه، بیشتر از این شما عقب نشینی نکن. و ولادیمیر سلویوف یکی از مشهورترین ملی گرایان تندرو و دیگه گفت که رفیق جنرال، من از تو تقاضا میکنم که چقدر جالب است، چقدر تندروی این ناسیونالیزم داغ است، نگه من از تو تقاضا میکنم که تخریب کامل زیرساختهای انرژی را از خونتای نازی اوکراینی تو تکمیل بکن، منتظر چی هستی؟ ما که نظریات خواندم و یک نوع کشمکش و ناهمسازی در درون به اصطلاح دستگاه قدرت دیدم، دوباره به یاد آوردم، از خود سوال کردم که سروکین کجاست؟ به خاطر این سوال کردم که او یک جنرال بسیار مشهور ارتش است، ارتش هم در جنگ است، اگر او بیشتر در انزوا بمانه و به اصطلاح قرنطین یا حصر خانگی یا هر چیزی که نامش میمانه، ای بر وضعیت نظامیان در درون دستگاه قدرت بیشتر اثر میگذارد. یعنی میخوایم بگویم که نشه که باز یک کدام یک صدای دیگه برایه. و این ترتیب سروبکینه ما در عالم ناپدیداری یک یادآوری کرده تا برنامه بعد.